هیئتی به نمایندگی از مجموع امام حسین علیه السلام با مقامات استان نجف اشرف دیدار کرد. نمایندگان مجموع امام حسین علیه السلام ضمن حضور در ساختمان استانداری نجف اشرف با خزیر الجبوری و مجید زینی آرئیس و نایب رئیس مجلس استانداری و همچنین خالد الجشمی آرئیس کمیسیون امنیتی شهر مقدس نجف دیدار و گفتگو کردند. در این گفتگوها چگونگی همکاری در خدمت رسانی به شهر مقدس نجف و پیشرفت در زمینه های فکری فرهنگی و رسانهی با هدف خدمت به شیعان و معرفی هرچه بیشتر این شهر مقدس به جهانیان مورد بحث قرار گرفت حجت الاسلام شیخ مصطفی محمدی مدیر مجموع رسانه امام حسین علیه السلام در این دیدارها طی سخنانی گفت این مجموع رسانه ای برنامه های خود را به چهار زبان عربی، انگلیسی، فارسی و ترکی آذربایجانی از طریق ماهواره های مختلف در سطح جهان پخش می کند. حجت الاسلام محمدی ادامه داد بخش اخبار ما به نام شیعه ویوز نیز اخبار مسلمانان جهان را رسد می کند و به سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی به اطلاع مسلمانان در سرتاسر سر جهان می وی در ادامه این گفتگوها به تلاش های کادر فنی این رسانه مستقل شیعی در خدمت به نشر فرهنگ و تعالیم اهل بیت اسمت و تورات علیه السلام اشاره کرد و افزود قرار است در آینده نزدیک زبان اردو نیز به پخش این مجموع رسانه ای اضافه شود. خوزایر الجبوری رئیس مجلس استانداری نجف اشرف نیز در این دیدارها گفت ما مفتخریم که میزبان مجموع رسانه امام حسین علیه السلام هستیم و آماده همکاری با این مجموع رسانه شیعی در راستای توسعه برنامه های رسانه ای با هدف انتشار هرچه بیشتر فکر و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در سراسر کره خاکی هستیم همچنین خالد الجشعمی رئیس کمیسیون امنیتی شهر مقدس نجف نیز در این دیدار با خوش آمدگویی به میهمانان و اعلام حمایت کامل از مجموع رسانه امام حسین علیه السلام ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد افزایش همکاری ها بین ادارات حکومتی و رسانه های شیعی با روی کرد و نشر فرهنگ اصیل اهل بیت علیه السلام در دنیا باشیم.